روزنامه اطلاعات در 11 فروردین 58 از تظاهرات بلوچ‌ها در زاهدان خبر داد که شعار می‌دادند آریانه یک حقه جدید است. در چابهار و ایران شهر هم تجمعاتی در حمایت از جمهوری دموکراتیک برگزار شد. حبیب الله سربازی، دبیرکل حزب بلوچستان راجی توپاکی: به نظر من درسی که از رفراندوم 58 میشه گرفت اینه که ما باید از رهبری فردی بگذریم. انقلاب هایی که شکل میگیرن الزاما نباید رهبر داشته باشن. مخصوصا در ایران انقلاب 57 که شکل گرفت یک رهبر به نام خمینی داشت با یه ایدئولوژی خاص، به نام جمهوری و اسلامی حکومتی آورد که نه جمهوری است و نه اسلامی، و چون مردم اون رو همراهی میکردن، جمع غفیری از مردم عرض میکنم خدمت شما، و نه مناطقی مثل بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا و مناطق دیگر که ما خودمون شاهد هستیم که در ترکمن صحرا درگیری های شکل گرفت، در بلوچستان، در کردستان اتفاقات چطور رقم خوردن که رأی داده نشد، در مناطق دیگر هم همینطور بودن. ما اینها رو ملت‌هایی می‌بینیم در جغرافیای کنونی ایران. اینها اگر در یک رفراندوم دیگری به سبک جمهوری اسلامی مشارکت داده بشن، حقوقشون تضمین نخواهد شد. همین شرایطی که ما الان داریم می‌بینیم که بلوچستان چطور به حاشیه رونده شده. پس یک رهبری باید یک رهبری توافقی باشه، بین تشکیلاتی باشه. این رهبری باید بتونه حقوق مناطق مختلف رو تضمین بکنه. در غیر این صورت یک رفراندوم دیگر که 5 میلیون نفر آرایشون اصلا محسوب نشه، با وجود اینکه از لحاظ هویتی، از لحاظ زبانی، از لحاظ فرهنگی یک فرهنگ، هویت، حتی مذهب دیگری دارن، این به یک تنش مجدد، به یک درگیری مجدد، به یک اپوزیشن مجدد منجر میشه که تداوم خواهد یافت، حالا این بار با نام دموکراسی.